سلام داریم خدمت همه شما بیننده های عزیز. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای تک تک شما. در روزگار قرنطینه به سر میبریم و آرزو دارم واقعا این محدودیت هایی که از طرف وزارت صحت عامه وضع شده را رعایت بکنیم. باز نشه که در محافل اشتراک بکنیم، در جمع ها اشتراک بکنیم و به این امید که در واقع ما واکسین زدیم و احتمال اینکه مبتلا نشیم وجود داره. نه خیر، از این خبرها نیست. حتی شمایی که واکسین زدیم هم مبتلا میشین و نه تنها خود شما، بلکه این ویروس میتونه برای عزیزان و خانواده خود هم انتقال بدین. و امیدوارم واقعا این محدودیت ها رعایت بکنیم و این اجازه بدیم که این قرنطینه به مهار این ویروس کمک بکنه. اما در برنامه امروز من باید بگم که این برنامه رو خاص ساختیم برای زنها، مادران باردار، مادران شیرده و کلا تمام زنها با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا و در این شرایط چه کار بکنن، چه تدابیر باید مد نظر بگیرن و اینکه از چه رژیم‌های در غذای خود استفاده بکنن و از اونا را دنبال بکنن. همراه ما باشید تا پایان برنامه. مطالعات انجام شده در خصوص کرونا نشان می‌دهد که اگرچه همه افراد تحت تأثیر نگرانی، اضطراب و خستگی روحی ناشی از پاندمی کووید 19 هستند، ولی میزان عوارض جدی روحی روانی نظیر اضطراب، بی‌اشتهایی، بی‌خوابی و اختلال در توان انجام کارهای روزمره در زنان 3 برابر مردان است. در هرات در موج دوم شمار زیادی از مبتلایان را زنان تشکیل می‌دادند و در موج سوم نیز شمار آنان افزایش یافته است. خانوما در موج اول دوم خیلی وقایع میکردن، خیلی مواظبت میکردن از همه و حتی خود خو، و الان اصطلاحا بی‌پرواتر شدن و دیگه جدی نمیگیرن مثل سابق. شاید علتی و همی باشه اینه که در محیطی که بیشتر مصاب میشن خانم ها هم قرار دارن. مثلا وقتی مواد غذایی یا کدام سودا چیزی از بیرون آورده میشه داخل خانه، اولین کسی که با اون مواجه و بعد اون صحی کنه ضد عفونی بسازه این چیزا خانم ها انجام میدن. و دومی که طبعا ما در کشور فقیر زندگی میکنیم و این مشکل اکثریت، مشکل کمخونی اکثریت خانم ها دارن و نظر به از لحاظ بدنی خانم ها ضعیفتر از آقایانن. بر بنیاد مطالعات انجام شده در بریتانیا، زنان میانسالی که به دلیل کووید 19 در مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفتند، شدیدترین عوارض دراز مدت کرونا را تجربه کردند. حتی شمار زیادی از این زنان علارغم گذشت 4 تا 5 ماه از بهبود، از اضطراب، تنگی نفس، خستگی و درد عضلانی رنج می بردند. محققان دلیل این مورد را هنوز کشف نکردند، اما بهبودی بطنی زنان را به نحوه مبارزه بدنشان با بیماری مرتبط می دانند. اشخاصی که سن نو بلندتره، پیرترن، خانم هایی که سیستم دفاعی زیادی نزدن پایینه و حامله هستند و کسایی که مشکلات زمیموی دارن، مثلا فشار خون دارن، مشکلات قلبی دارن، مشکلات گرده و دیابت و اینا دارن، اینا دیگه ریسک فاکتور زیاد دارن، معافیت از اینا پایینه. وقتی ما کرونا مصاب میشن، اول از اینکه زود خوب نمیشن، دوره بیماری از اینا طولانی میشه، و پلو از اینکه بدن هم اگر خوب میشن باز یک مدت طولانی تر ضرورت دارن که اینا تا همون حالت نرمال خود پس بگیرن. از آغاز همه‌گیری کرونا در افغانستان 93272 نفر به این ویروس مبتلا شدند. در هرات از مجموع 10362 بیمار 5053 نفرشان را زنان تشکیل می‌دهند. با این اوصاف پزشکان شیوه خاصی از زندگی را برای زنان پیشنهاد می‌دهند. غذاهای مفید استفاده بشه. غذای مفید به این معنی نیست که از گوشت و چربی و اینا همیشه استفاده بکنیم. بیشتر ترکاری باب، بیشتر حبوبات و میوه‌جات اینا بیشتر استفاده بشه و به پلو از این ورزش سالم و درست روزانه باید داشته باشیم. یعنی همه روز ورزش باید باشه. به پلو از این که ما غذای سالم میگیریم باید ورزش داشته باشیم. این دو فاکتور خیلی مهمه، یکی غذا یکی ورزش و دیگه آرامش روحی. پاندمی کووید 19 تنها یک معضل بهداشتی نیست، بلکه یک شوک عمیق برای جوامع و اقتصاد دنیاست و زنان در قلب اقدامات، مراقبت‌ها و پاسخگویی‌ها قرار دارند. این سبب شده تا آنها در طیف قرمز یا طیف بسیار آسیب‌پذیر قرار بگیرند.
سلام مجدد خدمت همه شما بیننده های عزیز و علاقمندان برنامه سلامت. ملکه پیغام در واقع معاون علمی شفاخانه حوزوی هرات و متخصص زنان با خود در استودیو داریم. هم قسمی که در بخش ابتدایی برنامه در واقع برای شما دوستان عزیز گفتیم که در مورد کرونا و زنان این برنامه صحبت میکنیم، خیلی خوش آمدین. میخوایم از شما بشنویم از اینکه شاید خیلی ها پرسش برانگیز باشه در ذهنشان، همین سوالی که چرا در موج دوم زنها بیشتر از همه مبتلا شد. از شما بشنوید. با سلام خدمت شما، همکارای تکنیکی شما و بینندگان عزیز تلویزیون شما. من فکر میکنم که قبل از اینکه من در مورد کرونا به شیوع از اون معلومات بیشتری برای شما بدم، میخوایم بگم که کرونا همون رقم که بارها و بارها از طریق تلویزیون ها، سوشال میدیا اینا شنیدین، یک مریضی جدیدی هست که هنوز تحقیقات زیادی در مورد از این صورت نگرفته. از اون خاطر نمیتونیم دقیقاً بگیم که در موج دوم کرونا تعداد واقعیت خانم ها بیشتر از آقایانه. ما مسابقات فعلا همین آماری که فعلا ما در ساعت ها داریم، واقعیت مردها بیشتر از خانم ها میباشه. دلیلی هم شاید بیشتری که مردها با محیط بیرون بیشتر تماس دارن و خانم ها بیشتر داخل خانه هستن. بسیار خوب، ولی با توجه به آمار اگر نگاه بیاندازیم خانم پیغام، از اینکه در موج اول هم مردها بیشتر بود و در موج سوم که حالا هم قرار داریم و وضعیت بسیار وخیم هست، هم در واقع زنها، مردها بسیار آمارش بالا بود و زنها در واقع تعداد از اونها کم بود، اما در مورد کرونا و وضعیتی که وجود داره میخوایم از شما بشنویم که زنها در واقع مثل همه گروه ها در واقع در خطر قرار دارن، اما برخی از خانم ها هم میبینیم علارغم اینکه کرونا رو تجربه میکنه ولی علائم از اونا حتی تا مدت ها بعد نزد از اونا هست. از شما میخواییم بشنویم که کلن چه دسته از زن ها بیشتر در معرض خطر قرار دارن؟ خب در کل باز هم تاکید میکنم که چون کرونا یک مریض جدیدی هست و آمار و ارقام نیاز به تحقیق داره، تحقیقات هم نیاز به بودجه داره. هنوز او تحقیقات زیادی که نشان بده چی تعدادی از خانم ها بیشتر مصاب میشن دقیق در دست نیه، ولی یک حدس عمومی هست که او در مورد مردا هم صدق میکنه. او خانم هایی که بیشتر امراض زمیمه‌ای داشته باشن، مثلا دیابت داشته باشن، امراض قلبی داشته باشن، فرط فشار خون داشته باشن و استفاده از دواهای مثل استروئیدها داشته باشن، این خانم ها بیشتر مصاب به کرونا میشن. بسیار خوب، عزیزانی که در خانه هستین، به خصوص مادرانی که باردار هستین و در خانه برنامه ما رو میبینین، من مطمئن هستم که این نگرانی نزد شما وجود داره که آیا اگر خود شما مبتلا بشین در واقع به کرونا، امکانش وجود داره که به جنین در واقع این کرونا هم سرایت بکنه؟ خب من بیشتر هم گفتم که این نیاز به تحقیقات بیشتر داره. هرچند بعد از به دنیا آمدن طفل، مادرایی که کرونا داشتن همراه یا پلاسنتا از اونا تفتیش شده یا ارزیابی شده، دیده شده که بعضی نقاط تجمع علاقات خون در بعض قسمت‌های از پلاسنتا دیده شده و دیده شده که مادرهایی که کرونا دادن طفلا از اونا گاه گاهی سخت شده. ممکن هست که منجر به سقط جنین بشه. بله ممکن هست منجر به سقط جنین بشه، ولی کمتر دیده شده که نزد خانم هایی که طفل کرونا هستن و طفل میاده یا طفل ماهپره به دنیا میارن، طفل مردر به دنیا آورده باشن. هنوز هم این بیشتر نیاز به تحقیقات بیشترتری داره که امیدواریم در کشورهایی که بودجه بیشتری دارن و امکانات بیشتری دارن در این مورد تحقیقات بیشتری بشه و ما بتونیم اپدیت باشیم با این تحقیقات. بله، خیلی ها به خاطر اینکه بتونن حداقل کرونا نگیرن یا حداقل اگر کرونا میگیرن به شکل راحتتری او رو سپری بکنن این بیماری رو میرن سراغ واکسین. آیا زنهای باردار یا مادران باردار میتونن از واکسین استفاده کنن یا نه برای جنین واقعا خطرناک میتونه باشه؟ باز هم تحقیقاتی که شده نشان داده که واکسن از مانعه پلاسنتا عبور نمیکنه. یعنی وقتی مادر واکسین بگیره، او ویروس نیمه جانی که در واکسین هسته از طریق جفت عبور کرده نمیتونه و به طفل نمیرسه. به او خاطر توصیه میشه که تمام خانم های حامله دار این واکسین خود دریافت بکنن. بله. به این اواخر
واکسن نزد خانم های حامله دار در کشورهای اروپایی و کشورهای امریکا و کانادا هم شروع شده. از او خاطر توصیه برای همه خانم های حامله ای هست که از روز شنبه پروگرام واکسیناسیون مجددا شروع میشه در ولایت هرات و کوشش بکنن که خودخور واکسین بکنن. واکسین اونها خاص‌تر از واکسین بقیه افراد هست؟ نه خیر، فقط عین واکسینه، هیچ تفاوتی بین واکسین خانم های حامله دار و غیر حامله دار وجود نداره. موضوع بعدی، ما زن های تشکیل میده که خب برای نوزاد خود شیر میدن یا برای کودک کمتر از 2 سال خود شیر میدن. ممکن هست که از طریق شیر مادر ویروس کرونا از مادر در واقع به کودک انتقال کنه؟ قبلا توصیه برای این بود که خانمی که شیر میده با استفاده از ماسک، پوشیدن ماسک و شستن دست ها و شستن سیدیه طفل خور شیر بده. اما فعلا به خاطر از اینکه همو ویروس از طریق افرازات بینی، افرازات چشم، زمان عطسه زدن، زمان سرفه زدن ممکن هست که به بیرون انتشار پیدا کنه، از اون خاطر تا زمانی که تست اینا مثبت هسته و کرونا دارن بهتره که طفل شیر از طریق شیرکش و یا توسط قاشق بدوشم و برای طفل بدم. اما هیچ گاهی تاکید بر این نشده که طفل از دادن شیر محروم بکنن، یعنی هیچ مادری نمیتونه که طفل خود از دادن شیر محروم بکنه. یعنی همون زمانی که حالت عطسه داره، ریزش بینی داره و آب از چشم از اون میاد، ممکنه که از طریق همون آب بینی ویروس برای طفل سرایت بکنه. از اون خاطر با دوشیدن شیر به داخل قاشق و یا توسط شیرکش میتونه طفل خور تغذیه بکنه، ولی مستقیم از شیر مادر به خاطر که دهن طفل با جلد مادر کانتکت یا تماس داره، از اون خاطر گفتن که داده نشه. بیشتر اشاره کردین خانم پیغام که برخی از مادران حتی زمانی که باردار هستن طفل به دلیلی که مادر مبتلا هست به کرونا صدق میشه، یعنی از بین میره جنین. چگونه هست این اتفاق میفته؟ چون ما تقریبا اگر اشتباه نکنم آمار چیز حدود 120 تا الی 125 مادر باردار روزانه در تنها در زایشگاه هرات ولادت میکنن و شاید بین از اونها مادر وجود داشته باشه که به کرونا مبتلا باشه. آیا همه زنهایی که باردار هستن با مبتلا شدن به کرونا جنین سقط میشه؟ نه، اگر چنین وضعی می بود خب همه خانم های باردار باید طفلا خورسیت می کردن. بیشتر خانم های کرونا دارن یا خانم های حامله داری که امراض زمیموی با حمل دارن، مثلا دیابت دارن، فشار بلند دارن و متاسفانه یک مشکل دیگه که ما در شرایط افغانستان ای داریم که خانم ها زیاد حمل می گیرن، یعنی 7-8-10-12 طفل به دنیا میارن. این رقم خانم ها مقاومت وجود از اینا پایینه. ضمن از اینکه مقاومت وجود از اینا پایینه، وقتی کرونا میگیره، خود ویروس کرونا شما همیشه از طریق میدیا شنیدیم که باعث آمبولی یا لخته شدن خون در داخل رگ ها میشه. یعنی خود لخته شدن خون در داخل رگ های پلاسنتا سبب جدا شدن یک قسمتی از پلاسنتا میشه که به نام انفصال پلاسنتا یا جدا شدن پلاسنتا میگن و در نتیجه باعث از این میشه که اکسیژن کافی و خون کافی برای طفل نرسه. وقتی خون کافی برای طفل نرسید، این باعث از این میشه که این حالت حمل تهدید کننده برای طفل باشه. تهدید کننده از اون ممکنه که این سرعت یا بیشتر بشه و بالاخره سبب سقط بشه برای پیش مادر. بسیار خوب، با این حرفای خانم پیغام اینها را این تا این نتیجه در واقع گرفتیم که زنهای باردار و شیرده مثل خیلی از زنهای دیگر که خب شاید مشکلات زمیموی یا بیماری‌های زمیموی داشته باشند بیشتر در معرض خطر کرونا قرار دارند. میخوام برای زنهایی که در واقع برای کودک خود شیر میدن یا باردار هستند توصیه خاصی برای از اونها داشته باشند؟ هدف شما رژیم غذایی است؟ بله. خانم های حامله امون رقم که در حالات غیر کرونایی توصیه میشه برای از اونا برای ارتباط رژیم خاص پروتینی، رژیم خاص شیر، لبنیات و اینا، در این زمان هم بیشتر تاکید سر مایعات شده. گفته که خانم هایی که کرونا دارن و در ضمن حمل هم دارن بیشتر کوشش کنم که از مایعات استفاده کنم، مخصوصا سوپ، شیر و مایعات مثل جوس، ویتامین سی و ادوی مثل ویتامین سی جوشی، اینا رو میتونم بیشتر استفاده بکنم به خاطر بلند رفتن و قیمت وجوده. باز هم
تاکید بیشتر از دوایی هم که سر رژیم غذایی هست که خانم هایی که بار دارن باید رژیم غذایی درستی داشته باشه هم تا مکمل باشه هم برای خود اینا و هم برای طفل از اونا. بسیار خوب. دوستان از بخش تخنیک بر ما اشاره میکنن که یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از بر میگردیم به ادامه برنامه. در واقع تلویزیون های خود خاموش نکنین، همراه ما باشین. بحث های مهم دیگه هم داریم که بعد از وقفه اونا رو به بحث میگیریم. بر اساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی، مردم سراسر جهان باید سعی کنند علی‌رغم محدودیت های پاندمی کرونا در جامعه به فعالیت های جسمانی اهمیت دهند، تغذیه سالم داشته باشند، در تعلیم و تربیت جسمی روانی فرزندان کوشا باشند، از سلامت روانشان مراقبت کنند و دخانیات را ترک کنند. این سازمان تاکید می‌کند که اول به اطلاعاتی که از طریق مقام‌های ملی و یا محلی اعلام می‌شود توجه داشته باشید. کانال‌های معتبر مانند تلویزیون و رادیو را دنبال کنید و از آخرین اخبار و توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی مطلع باشید. دوم، نظم روزانه داشته و سعی کنید هر روز به آن پایبند بمانید. سوم، حفظ ارتباطات اجتماعی در این شرایط بسیار مهم است. با در نظر گرفتن محدودیت فعالیت‌های بیرونی با افراد نزدیک و دوستان خود از طریق تلفن و کانال‌های آنلاین در تماس باشید. چهارم، از مصرف الکل و دخانیات به عنوان راهی برای مبارزه با ترس، اضطراب و کسالت خودداری کنید. پنجم، از شبکه‌های اجتماعی به منظور دریافت انگیزه و انرژی مثبت از طریق داستان‌های امیدوارکننده استفاده کنید. ششم، حتما در خانه شرایطی برای انجام بازی‌های غیر اینترنتی و دست جمعی ایجاد کنید. هفتم، اگر تماشا، خواندن و یا گوش دادن به اخبار سبب احساس ترس، اضطراب و پریشانی شما می‌شود، در صورت لزوم فقط اخبار را در ساعت مشخصی از روز پیگیری کنید. هشتم، تغذیه بسیار مهم است. آنچه می‌خورید و می‌نوشید در جلوگیری، مبارزه و بهبودی بعد از ابتلا به بیماری بسیار تأثیرگذار است. رژیم غذایی سالم برای حمایت از سیستم دفاعی بدن ضروری است و باعث کاهش ریسک چاقی، دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و برخی سرطان‌ها می‌شود. نهم، در شرایط پاندمی، کودکان تحت تأثیر فاصله فیزیکی، قرنطینه و تعطیلی مکاتب هستند و ممکن است احساس اضطراب، کسالت و عدم اطمینان بیشتری داشته باشند و از تأثیر ویروس بر خانواده‌های خود احساس ترس و اندوه کنند. بهتر است با زبانی ساده و قابل فهم و متناسب سن کودک و به دور از استرس در ارتباط با کووید 19 و شرایط به وجود آمده در جامعه گفتگو شود. همچنین سعی کنید از قوه تخیل کودکان در جهت ایجاد محتوای خلاقانه برای سرگرمی آنها استفاده کنید. دهم، حتما در خانه فعالیت فیزیکی داشته باشید. توصیه بر این است که افراد به طور منظم و در هر سنی و با هر شرایطی باید دقایقی از روز را به فعالیت ورزشی جسمانی اختصاص دهند. بهتر است فعالیتی انجام دهید که همزمان از آن لذت میبرید. فعالیت بدنی هم به نفع جسم و هم به نفع ذهن است. میتواند به روزها نظم داده و ریسک ابتلا به فشار خون بالا، چاقی، بیماری‌های قلبی عروقی، سکته، دیابت و سرطان‌های مختلف را کاهش دهد. در افراد مسن، فعالیت‌هایی که تعادل را بهبود می‌بخشد، به جلوگیری از زمین خوردن و آسیب دیدگی کمک می‌کند. از تماس با کسانی که علائم بیماری کرونا را دارند بپرهیزید. تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. تا حد امکان از منزل کار کنید. از حضور در جمع‌های کوچک و بزرگ در فضاهای عمومی دوری کنید. به خصوص در اماکن سربسته یا محدود. مادر مبتلا به کووید 19 می‌تواند به نوزاد خود شیر بدهد. برای این کار باید بهداشت تنفسی هنگام شیر دادن را رعایت کند و در صورت دسترسی ماسک بپوشد. دست‌ها را قبل و پس از لمس کردن کودک بشوید و به طور مرتب سطوحی را که با آنها در تماس هست تمیز و ضد عفونی کند. به بخش دوم برنامه که سلامت خوش آمدید. ما در مورد کرونا و زنان صحبت میکنیم. موارد بود در مورد ای که زنهای شیرده و همینطور مادران باردار چه موارد رعایت بکنن، چه کارها و چه فعالیتهایی نباید انجام بدن و چه فعالیتهایی رو باید انجام بدن که حداقل بتونن خود در برابر ویروس کرونا مهار بسازن، یعنی مسئول بسازن. اما در مورد زنهای عادی میخوایم صحبت بکنیم، کلا همه زنها رو در نظر میگیریم خانم پیغام، از اینکه زنها چه کارهایی رو انجام بدن که بدن اونها باعث میشه که ضعیف بشه، یعنی مقاومت بدن از اونها کاهش پیدا کنه.
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در جامعه سنتی خود داریم این هست که زنها همیشه قربانی خواستای مردا هستند و اولین غذای خوشتم و خوشمزه که به خونه پخته میشه باید پیش مردا گذاشته بشه و یا پیش پسر فامیل گذاشته بشه. زنها کمتر از مواد غذایی درست استفاده میکنن، گوشت خوب پیش مرد میگذارن، پنیر خوب پیش مرد میگذارن، گلاس شیر خوب پیش مرد گذاشته میشه. همه باعث از این میشه که خود از این مقاومت وجود خانم پین بیاره. یکی دوم خود حاملگی، شما تصور بکنیم یک خانمی که حامله داره 9 ماه طفل داخل بطن خود پرورش میده، از خون مادر همین طفل تغذیه میکنه، از کلسیم و مواد مغذی وجود مادر همین طفل استفاده میکنه و تا اینکه این طفل رشد میکنه. و بسا خانم هایی که همین موضوع کمتر درک میکنن، مخصوصا خانم هایی که سطح تحصیل کمتری دارن، که هرچند تعداد اطفال زیادتر بشه، یعنی 7-8-10 طفل میشه، این طفلا از وجود مادر تغذیه میکنن و میتونن مقاومت وجود مادر رو پایین بیارن. و همین هست که اکثر مادرهایی که به سنین 40-45 میرسن همگی از کمردردی، همگی از پادردی، همگی از کمبود ویتامین دی، همگی از کمبود کلسیم شکایت دارن. از او خاطر بیشتر توصیه میشه برای مادرها که مادرها هم از مواد غذایی که در خانه برای دیگه اعضای خانواده داده میشه، مادرها هم از این مواد غذایی استفاده بکنم تا که بتونم وجود سالمی داشته باشم و بتونم طفل سالمی در بطن خود پرورش بدن. بر علاوه مواد غذایی، یک سلسله دواهایی هست که مادرها قبل از اینکه باردار میشن باید استفاده بکنن و در زمان بارداری حتی تا 6 ماه زمان شیردهی هم ادامه بدن. مثلا استفاده از قرصهای فولیک اسید، استفاده از قرصهای کلسیم و اینا دوایی که کمک کننده برای مادر تا بتونه مقاومت وجود مادر رو بلند ببره. اتفاقا میخوام از صحبت‌های خود شما وام بگیریم، از اینکه تحقیقات تازه‌ای هم که در ارتباط به کرونا و زنان انجام شده ایره مشخص ساخته که زنها بعد از اینکه بهبود پیدا میکنن از بیماری کرونا تا 5 ماه الی 6 ماه، حتی زنهایی هم بوده که تا 7 ماه در واقع عوارض چون خستگی مفرد پس از بهبود از بیماری کرونا همراه از اونها وجود داشته و اینا رو تجربه کرده. این نشان میده که مردهایی که 2 ماه پس از بهبود، یعنی تمام انرژی سابق خود به دست میارن، اما این مرحله برای زنها بسیار زیاد طولانی هست و همین باعث میشه که دیر جور بشن، دیر بهبود پیدا بکنن، دیر صحتمند بشن. برای زنهایی که حداقل سن سال از اونا بالای 50 سال هست، خان پیغام، چه رژیمی رو توصیه میکنین، چه فعالیت هایی رو باید انجام بدن که حداقل اون مقاومتی که در طی سالها بنابر یک سری مشکلات که شما پیشتر ذکر کردین از دست رفته، حداقل حالا در برابر ویروس، حالا چه کرونا باشه یا بیماری های دیگر، بتونن مقاوم باشن؟ خب توصیه برای خانم هایی که سنین بالا دارن این هست که اینا بیشتر کم تحرکن، یعنی تحرکیت کمتر دارم، کمتر ورزش میکنن، وزن زیادی میگیرن. خوب است که بیشتر از شیر و لبنیات استفاده بکنن به خاطر کمبود کلسیم. ویتامین دی یکی از ویتامین هایی هست که متاسفانه در بین زنها وقتی ماینات از اونا را دم چک میکنه اکثریت خانم ها کمبود ویتامین دی دارن، یا با وجودی که ما آفتاب خوبی داریم کمتر از آفتاب استفاده میکنن و یا مواد غذایی که استفاده میکنم هوی ویتامین دی نی، از او خاطر خوب است که از دواهای مثل ویتامین دی سی استفاده بکنم. خانم ها اکثرا مواجه با کسرا و یا شکستگی ها هستن، اگر متوجه شده باشیم این دلیل یا همه کمبود کلسیم و کمبود ویتامین دی سی در خود استخوان ها از اونا هسته. ورزش یکی از گپای خیلی خوبی هست که اگر خانم ها ورزش صبحگاهی مخصوصا ارجحیت داده میشه نسبت به عصر و وقت دیگری، برای نیم ساعت یا برای 40 دقیقه اگر ورزش بکنن گپ خیلی خوبی پایین آوردن وزن وجود از اونا، که اکثرا خانم های ما اضافه وزن دارن، خود اضافه وزن باعث از این میشه که چربی خون بالا بره، باعث از این میشه که امراض مثل امراض قلبی برای پیش از
از اونا پیدا بشه، شریان قلب نسبت به اون چربی وجود از اونا شریان قلب از اونا بندش پیدا بکنه و امراض قلبی تجربه بکنم متاسفانه. و همچنان دیابت که نزد خانم ها متاسفانه شیوع داره. از اون خاطر بهتر است که بیشتر متوجه سلامتی خوب باشم، بیشتر متوجه رژیم غذایی خوب باشم و ورزش رو هیچگاه فراموش نکنم. بسیار خوب، امیدوارم خانم های عزیز که در خانه هستین و برنامه ما را میبینین این موارد رعایت بکنین و همه این موارد با رعایت از اینا برای سلامتی خود شماها در واقع مفید خواهد بود. و مورد دیگه ای که ممکن هست کرونا را برای ما انتقال بده یا در واقع ما زمینه سازی بشیم که به کرونا مبتلا بشیم، مواردی یا میشه گفت مواد یا محصولاتی هست که ما از بیرون در واقع خریداری میکنیم. این محصولات میتونه سبزیجات باشه، میوه‌جات باشه، توسط خود خانم ها خریداری بشه یا توسط آقایان خریداری بشه و به محیط خانه آورده بشه. وقتی همه این مواد وارد خانه میشه، مسلما خانم ها بیش از همه در معرض این مواد قرار میگیرن، یعنی دست های اونا هستن که ابتدا این مواد لمس میکنن و امکان داره که این مواد هم آغشته به کرونا باشه یا خیلی از بیماری های دیگر که میتونه زمینه ای باشه. چه خانم ها در واقع چه موارد رعایت بکنن در برابر چنین محصولات؟ خب اگر در شروع شیوع کرونا متوجه بوده باشین، چون همونطور که اول گفتم یک مریضی ناشناخته بود، میگفتم هر موادی که از بازار میاریم ضد عفونی بکنیم، حتی دستگیرهای دروازه، حتی کلی موتر و همه وسایل خانه ضد عفونی بکنیم. بله. ولی اخیراً تحقیقاتی که شده نشان داده که تنها ویروس کرونا از طریق تنفسی میتونه انتقال بکنه، تنها از طریق عطسه، سرفه و در صورت نداشتن ماسک میتونه انتقال بکنه. خب چی خوب است که خانم های خانه اگر رعایت از این گپر داشته باشم که چیزی که از بازار خریداری میشه در قسمت شستشو از او توجه داشته باشن. میگن که مایی که ظرف رو میشوریم این بهترین پاک کننده برای ترکاری، برای سبزیجات، میوه‌جاتی که از بازار خریداری میشه هست که اول میتونم با او بشورم و بعد از او باز با نمک و آب و اگر کلورین باشه با توسط کلورین مواد ضد عفونی بکنم. حالا گذشته از کرونا، کرونا یک پاندمی هست، مدت متاسفانه جهان مشغول خود کرده. بله. دیگه خیلی امراض زیادی هست که این روزا شما میتونیم از طریق برنامه های صحی تلویزیون ها و رادیوهای متعدد بشنوید که او فصل گرما و او دیزانتری هست، میکروب که سبب دیزانتری و یا اسهالات نزد تمام افراد جامعه میشن. بله. با شستشوی سبزیجات، میوه‌جات، دست ها و شستن دهن و استفاده از آب صحی میتونیم امراض خیلی زیادی اما شیوعی از اون در سطح جامعه پایین بیاریم. بسیار خوب. و مورد دیگری که میخوام برای اشاره بکنیم، خب حتما همه افراد متوجه از او هستن و شدن، محدودیت هایی هست که در واقع وزارت صحت عامه به همکاری یک سری وزارت های دیگر روی دست گرفته. این قرنطینه شدن شهرها هست که و مراکز آموزشی کلا مسدود شده و همینطور یک سری محدودیت ها در بخش های دیگر ایجاد شده، برخی اصناف حتی محدود شدن و اینها همه نشان میده که یک سری محدودیت ها از طرف وزارت صحت عامه برای مهار این ویروس در نظر گرفته شده. میخوام پرسان بکنم که این محدودیت های میتونه واقعا این ویروس مهار بکنه؟ دقیقا طریق انتقال از اون ویروس رو حتما شما دیدین که به چی قسم انتقال میکنه و من خاطر میگن که فاصله های 2 متری در نظر داشته باشیم در تمام محافل مجالس در خانواده ها. این باعث از این میشه که خود همین ویروس به شکل زنجیره هست، از یک شخص به شخص دیگه. قطع از این زنجیره باعث از این میشه که ویروس انتقال نکنه. محصلینی که در دانشگاه هستن، شاگردایی که در معارف درس میخونن، پلو پلوی همدیگر نشسته هستن. بله. و یا در مجالس محافل در تالارها یک خانم یک آقا اگر کرونا داشته باشه و پلو از او کس دیگه قرار داشته باشه، مطمئن باشیم که او انتقال میکنه. بله. وقتی این محدودیت ها وضع بشه، در قطع همون زنجیر انتقال ویروس قطع میشه و باعث از این میشه که افراد کمتر به این ویروس مبتلا بشن، تا این که همون موج از او یا همون شیوعی که در همون پیک بالای خود رسیده همون پایین بیایه و باز میشه که پس دوباره مدارس رو اینا شروع بکنه.
ممنونیم از ملکه پیغام، معاون علمی شفاخانه حوزوی هرات و همینطور متخصص نسای ولادی، و از همه شما دوستان عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین. امیدوار هستم که از اطلاعات برنامه ما به خصوص خانم‌های عزیز استفاده کافی را برده باشین. تا برنامه دیگر، یکی دیگر از موضوعات بسیار حاد و مهم مورد بررسی قرار میدیم. خدا نگهدار شما.